این هفته سفر ویرا رو شروع میکنیم. هفته قبل از پسح سفر ویرا رو شروع میکنیم. خیلی جالبه که چرا اسم این سفر گذاشته شده ویرا. راشی میفرماید که لاشون ویرا یعنی چی؟ ویرا ملخی اشار راشی میفرماید ویرا لاشون خیبا. راشی میفرماید که ویرا لاشون خیبا لاشون حب و محبت. لاشون چه ملخی اشار میشتمشیم بود؟ لاشونی که ملخ اشتر رو در اون استفاده میکنن و باریم وارا زرسه و آمر قادوش قادوش شیعناوی و وارا زرسه دیکار چاده و بندیگه مکالمه میکنن با احبا با محبت عشق و دوستی و قادوش قادوش میگن به قادوش بار یعنی کسی میخواد مثل ملخ به دوشتر بگه به هشم باید با محبت و دوستی باشه و ایران سفره در مورد قربانات صحبت میکنه قربانات ملتی سر میاره کهانی و قربان رو. اولا چرا قربان؟ روت قربان چیه؟ فصل می فرماین که اون ریشه قربان از عرب. عرب یعنی نزدیکی. از نظر سایکولوژی ما دو نوع هدیه داریم. یک هدیه هست که آدم به رفت میده که مقدر ازش خلاص میشه. جوک این ویل یه هدیه بیدم به مادر خانم میشونده. جوک این ویل پرس کرد. هدیه میده که خلاص بشه آدم باید تکس بده به بعضی ها تکس میده یه هدیه هست که آدم میده که اون هدیه میخواد توسط هدیه نزدیک بشه آدم به نامزادش هدیه میده به مادرش هدیه میده به پدرش هدیه میده به وقتا آدم به توسط این هدیه میخواد احساس نزدیکی بکنه اسم قربان در تورا اسم اون هدیه که میاریم قربانه از لاشون قارب نزدیک شدن توی تمام پوینت تمام نکته ای که ما داریم این قربانه رو میاریم نزدیکی به پکادش بار کنه نزدیک به پشه میشه در چه این سفر رابطه است قادره نمیزگاد ویقرا یعنی صدا زدن در این نفر صدا میزنه میخواد باش مکالمه بکنه میخواد باش رابطه داشته باشه صدای زنه که دونم نمیخوام تو دور باشی بیا نزدیک من تمام سفر حاکی از نزدیک شدن به حلومش بار خوبه رابطه برقرار کردن و تو را میخوام جای ما یاد بده که پوینت هدیه دادن به هشم نیست که آدم ایسی رو بده و خوش رو پانتور کنه این خیلی وقتا اعتیارا بیاد میگه که تو باید تکس تو بدی باید اون مالیات رو بدی به هشم و خود رو پانتور کن یه دستی اما طور که پرو به مشربن میگه که شما میخواییم این عبادت هشتم بکنید عبادت هشتم با چی بکنید؟ با قربانات قربان خود چند تا گوسفنده برید قربانی بیارید مشربن میشه اینا نه ما وقتی میخواییم بریم به حوادث بارکو خک هشتم اون حج هشتمه اون حج فستیوال حوادث بارکو با ماست و فقط یه نکته نیست که ما یه مالیاتی بدیم خودمون خلاص کنیم ما باید همه چیز رو با خودمون ببریم همه چیز باید با خودمون ببریم همه چیز رو بردن حاکی از اینه که ما میخوان یه رابطه برقرار کنیم این رابطه وقتی آدم برقرار میکنه تمام وجود یه فرد رو در بر میگیره نیست که آدم یک نیبسی ها فقط کیپ پور از آن یک صداقای بزرگی میدن یه هرشن یه بلمون کن این آدم رو ده کنه این هدیهی که داره میده داره هشتین رو اطرابش دور میکنه داره این ریجکت میکنه به مقترض میشه نسبت به حقادش بار بود نابطه با هشه حد آیای پرا و میتسوه برای نزدیکیه یعنی حتی زور حقادش من باید میتسوه از سبتا میاد سبت با هم بودن از همونطور که تنی باید تنی ها میفرماید وقتا میتسوه انجام میده مثل که افراد او رو حاک کرده حالا خیلی جالبه که این وقتی تو را میفرماید قربانات آدم کیرده میکه قربان هشه تو را میفرماید آدم کیرده هم میفرماید چرا گفته آدم کیرده آدم هر موقع نزدیک میکنه قربان این اما لاشونهای مختلفی داریم برای فرد میتونیم بگیم ایش شخص گوه انوش آدم همش معنای یه شخص نید چون اینجا آدم به کار باید شده میخواد تو را میفرماید که بزرگترین قربانی که آدم برای هشه میاره اینه که آدمیت خودش آدم و اینکه آدم خودش آدم بکنه این بزرگترین قربانی بزرگ قربانی اینه که آدم از خودش آدمیت بسازه آدم مصرف باشه آدم با محبت باشه
آدم گذشت داشته باشه نشانه آدمیت رو سر قربانی. ولی ببینیم اگر این نفر یه قربانی میاره و یه قربانی باعث اختلاف میشه، باعث این میشه که دشمنی وجود بیاره، همش میخواد اون گعباب و غرور خودش رو نشون بده، این قربانی نیست. آدم اولین پوینت قربانی اینه که آدم آدمیت نشون دادن و آدمیت نشون دادن به تن قربانی. این خیلی جالبه که قربانی که آورده میشه را میفرماید که نفر یک اول تو را میفرماید نفر انمال میاره، یک جانور میاره، گاو میاره، گوسفند میاره، که در چه درونه میتونه $5,000 $10,000 برای یک حیوان باشه. بعد تو را میفرماید یعنی پرنده میاره، کسی که فرقه تره پرنده میاره. را تو را برای دوتاش یک سرشن باید یک بیانیه بکار داره یه ری احمقو بحرشه بوی قراریت برشه. این چه بوی قراریت؟ اینکه واقعا بوی قراریت خود این هست و که بوی قراریت چون یک باید رو فرموده و ما اون رسولت هشه رو انجام داره. و خیلی میدونی ما محسومه معمولا کسی که یک برنامه مفصل اجرا میکنه ما زیاد توصیح میکنیم، زیاد بررسی میکنیم، زیاد در مورد صحبت میکنیم. ولی تو را میفرمد ببین تو که تو عاشق هستی، خیلی ثروتمند هستی، این قربانی میاری به یحنق و بخلش. اون کسی هم که فقیرتره و نمیتونه بیاره قربان گاو و گوسفند، یه پرنده میاره که خیلی ارزون داره $20 $25 تو را میفرمد به یحنق و بخلش. این متمایز وارد نمیشه، دو تاش بیاره اخاد همر به اخاد مبی دل باچه قبل بود شما. این نفر ممکنه زیاد بیاره، یه مرمتری کم بیاره، بعد تواناش داشتیم شما این باشه برای عقاد شما باشه، اون کبرایی که برای هشم باشه اون مهمه. ولی خیلی جالبه که ما گروه سوم هم داریم. گروه سوم تو را میفرماید که نفش که یک تقریب قربان میخواد هشم، این اینقدر فقیره که نمیتونه یه پرندم بیاره. بعد چی بیاره؟ بعد آرد بیاره، آرد میاره، چون که این واقعا غذایی نداره، یه میدار از آرد غذایی خودش میزنه برای هشم. حالا خزال راشی وقتی که این داراشات خزال رو میاره که این نفر زیاد نفر کم، روی اون کسی که گاو میاره گوسفند میاره و اون کسی که پرنده میاره این گفتار رو راشی مطرح میکنه. ولی خیلی به جالبتر بود که بگه یه نفر گاو میاره گوسفند میاره، این نفر اینقدر فقیره که نمیتونه چیزی بیاره، حتی پرنده نمیتونه بیاره، فقط آرد میاره. اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنه. چرا باشی اینا رو تو با هم مقایسه نکرده؟ ای توجه کنیم برای اون نفر اول گفته آدم کرده شخصی که میاد، ولی برای مینخای که آر گفته نفش که تقریب قربان نفشه بگه نفش. خامی میفرماین چرا گفته نفش که تقریب دو نفر نفش برام باید باید برای آنی ایلا به مینخا باید برام که در کل ایدن در مینخا آن کی معمولاً آرد میاره؟ کسی که فقیره، آمر گذاشت بار خود. این از نوز در شبش میزنه برشه میاره، آمر گذاشت بار خود، مل انیالا که میاره نمشون. این کسی که آرد میاره اون یک طبق دیگریه، اون با اونا قابل مقایسه نیست. کسی که میزنه از غذای خودش میاره برشه، کسی که جانش رو برشه مبرده، آدم نمش که درده. یعنی اگه در دستگاه جانش رو مقرب کرده درده، کسی که از خودش میزنه، از آرد خودش میزنه برای هشم میاره، اون مثل جان خودش رو نزدیک کرده برشه. پس این اصلا با اونا قابل مقایسه نیست. چونید ما دو نوع مختلف هدیه داره. یه نوع هست که آدم طبق استطاعتش میاره، نه به استطاعتش بوده گاه بره گاه میاره، بر پرنده برنده میاره، در دو هشم مساوی هستن. ولی کسی که اصلا استطاعت نداره ولی این میاد و خودش رو پوش میکنه و سعی میکنه از خودش مایه میذاره، از وجود خودش مایه میذاره برای هشم میاره، این اصلا یه طبق دیگریه. این مثل که جان خودش رو مغلوب کرده برای هشم، نزدیک شده برای هشم. این بزرگترین سرمایه گذاری در عبادت الهیه. خامنه‌ای فرمان فقط موضوع مالی نیست، در هر گونه استعداد، در هر گونه نقطی که برای هشم لازمه، آدم احساس میکنه در این فقیر. آدم میخواد صبح برشه برای تفلاح میبینه که نمیتونه برشه. آدم میخواد روی جلسی کار کنه میبینه که خیلی سخت. آدم میخواد روی غرور کار کنه میبینه خیلی سخت. شبات خیلی سخت. یه نکته ای که آدم خیلی برای سخته. حالا معمولا اینجوریه که آدم یه چیز سخت میشه انجام نمیده، میگه من کار میکنم که ساده تره.
ولی جو تو ما یاد میده اون چیزی که آدم سخته بعد از خودش مایه بذاره به مراتب مستش بالاتر و بالاتر از حضور حواجا رو مثل نفش تقریب کرد و خواهی فرماید همه شه به ما رفتار میکنه یعنی اندازه با اندازه با اون اندازه که ما چون پا جلو میذاریم و شما پا جلو میذاریم این بخش از رنگ بازی در میاره بسیار ساده ساده انجام میده به جلو اینم خوشحاله میگه من مردم به قضت کشیدن من ساده انجام دادم نمیفهمه چقدر داره لوز میکنه چقدر داره از دست میده اون کسی که از خودش مایه میذاره نفش رو میده تقدیم هشته میکنه هشته در ازا طبیعه اگه بتونیم بگیم نفش خودش رو مغرب کنه برای خود اون نکاتی که واقعا طرف لازم داره در جلوب کیسه حکابوت حکابوتش بارکو تمام نکات رو زیر پا میذاره که بتونه چیکار کنه بتونه رضایت این شخص رو اجرا بکنه همانطوری که از خودش مایه میذاره برای هشم یکی از نکاتی که ما در مورد خودش رو میدونیم اینه که هشم میجر بای میجر اندازه به اندازه رفتار میکنه هشه چیز سخت‌تر میشه که سخت کنیم تقلا بکنیم این بزرگترین اینوستمنتی که میکنیم حالا شاید سفر و ایران در مورد قربانات صحبت میکنه در مورد رشش رابطه اینه هر چه آدم از خودش بیشتر مایه بذاره و با انتری لاف اولش با چیان کنه با خیبا لاشون خیبا صحبت میکنه که رشدی بعد با محبت و دوستی باشه در عشق داشته باشه با یک نکته ای با محبت و دوستی میتونی بزرگتر رشدی رو برقرار کنه